علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع رئیسی جلاد را به خاطر پنهانکاری و وضعیت بلا تکلیفی برجام مورد حمله قرار داد. کشور در آستانه تصمیم سرنوشت‌سازی قرار گرفته. همه مستحضرین که فعالیت‌های عمده و خرد اقتصادی همه در حال انتظار به سر می‌برند. صادرکننده، تولیدکننده، تاجر و خودروساز، حتی قالیباف روستایی در دورافتاده‌ترین نقطه آذربایجان امروز بلا تکلیف است. اون نمیتونه قالی خودش رو بفروشه و همینطور نمیتونه مواد اولیه قالی خودش رو فراهم بکنه، چرا که منتظر یک تصمیم گرفته بشه. این وسط گاهن پیام‌هایی هم از درون دولت به گوش میرسه که بر این بلا تکلیفی که وجود داره دامن میزنه و اون رو اضافه میکنه. و در جلسه غیرعلنی گذشته منتقدین که جای خود داره، دوستان نزدیک دولت هم قانع نشدن و اعلام میکنم، متذکر میشم که قراردادهای بین المللی که از مردم پنهان شوند سرانجام شومی خواهند داشت، که مشکل ما برجام نیست، مشکل ما زیر جام است. مردم در دولت 8 ساله دولت روحانی برابر اعلام بانک مرکزی 177 میلیارد دلار از کشور خارج کردند. همین یک ساله دولت آقای رئیسی 9 میلیارد دلار از کشور خارج شده و این در شرایطی اتفاق افتاده که تحریم وجود داشته.